سلام سلام، ما اومدیم از کانال امشاد. امروز من و اماد میخواییم شما رو ببریم همونجوری که بهتون گفته بودم قبلتر، یه دونه آموزش واسه پر کردن کیت پرمسو براتون قراره ویدئوشو تهیه کنم. امروز اومدیم مرکز شهر مصر، پست ایتالیانه، همون جایی که باید این کیت پرمسو رو ارسال کنیم. یه دونه کیت پاکتنامه که حاشیه های زرد رنگ داره، الان میریم میگیریم، بعد میبریمش خونه و با همدیگه پرش میکنیم. با ما همراه باشیم. خب بچه ها، این مسیر رو تا پست ایتالیانا یه قدم میزنیم، این بغل ها. میخوام خود پست رو بهتون نشون بدم، با قیافه دفتر آشنا بشین. خب بچه ها، این همون کیت پرمسویی که بهتون گفتم دورش حاشیه های زرد رنگ داره. داخلش یه تعداد فرمی که باید پر کنی، یه تعداد مدارک هم باید بذارین و بیارین همین اداره پست و ارسال کنید. شادی دو تا گرفته، یکی برای خودش، یکی برای دوستش که الان بعد از یک سال رفته ایران، شهر زیبای تبریز، خانوادش رو ببینه. خب یه جریانی براتون تعریف کنم در مورد پارسال، زمانی که شادی اومد. پارسال که شادی دوروبر نوامبر اومد ایتالیا، خب هر سال شما تو ایتالیا باید کیت پرمسو ارسال کنید. و زمانی که شادی پارسال می‌خواست ارسال کنه، قحطی کیت اومده بود. اصلا نمی‌تونستی شما از پست‌های ایتالیایی کیت پرمسو پیدا کنیم بگیرید. کیت پرمسو رایگانه، مجانی بهتون میدن. و پارسال خب خیلی از این دانشجوها اومده بودن، اکثرشون هم ایرانی بودن، کیت پرمسو می‌رفتن، به تعداد زیاد از این پست‌ها می‌گرفتن و قحطی کیت پرمسو اومده بود. بعد جالب‌تر از همه اینه که توی کانال‌های ایرانی، همین دانشجوهای ایرانی کیت پرمسو رو دونه 30 یورو، 35 یورو، 50 یورو بعضی دیدین میفروختن. همین کیتی رو که رایگان میگرفتن رو به هموطنای خودشون میفروختن. خب اول از همه این کیت پرمسو رو که از اداره پست گرفتیم و خالی میکنیم، ورقای داخلش رو در میارم بهتون نشون میدم چی هستن. این اطلاعات که دیگه نیازیست بخونیم، یه چیزایی هست که برای اولین بار که میخواییم پست کنین و مدارک رو پر کنین، نیازی که بخونیم بدونی چه جریانی داره. نیازیست این رو اصلا بخونین. اینم اطلاعات جنراله، اینم نیاز نیست بخونین. اینجا یه تعداد فرم داریم، شما با مدل یک کار دارین. مدل یک 8 صفحه‌ایه و 3 صفحه اولش رو باید پر کنید. این رو نگه می‌دارین. مدل شماره 2 رو کار نداریم. مدل شماره 2 رو کنار اطلاعات می‌ذاریم. یه کاغذ کوچیک دیگه ای هم داخلش بود که برای پرداخت کردن هزینه‌های پست و پرمسو شماست. این رو میتونین همون روزی که میخواین اداره پست مدارک رو کیت پرمسوتون ارسال کنین همونجا پر کنین. این رو همینجا میذاریم. البته بهتون آموزش میدم چجوری پرش کنین. این هم یه تعداد اطلاعات زمانی که شما میخواین این فرم رو پر کنین. بعضی جاها باید اسم استانتون رو بذارین و اینا استاناشون رو همه رو تعداد حرفا رو کم کردن تا بتونن راحت تر توی فرماشون پر کنن. مثلا ما که واسه ونیزیم، ونیز رو با وی ای نشون میدن. این هم میتونین نگه دارین، جایی که نیاز شد رجوع کنین بهش. این هم همون فرم اصلی که شما باید پر کنین. صفحه اول، صفحه دوم، و صفحه سومش رو باید پر کنین. صفحه سومش هم آخرین عددش 84ه.
یعنی تا شماره 84 رو باید پر کنین که همون کد پستی کپ می‌نویسین. خب بریم بقیه آموزش رو روی کامپیوتر انجام بدم، بهتون آموزش بدم که چجوری این رو پر کنیم. با من همراه باشید. خب دوستان، این آموزش پر کردن کیت پرمسوه، فرم پرمسوه که یکی از عزیزان قبلا زحمتش رو کشیده و فارسی برامون نوشته. من همین رو میام بهتون توضیح میدم که راحت‌تر بتونیم پر کنیم. اول از همه این بالا قسمتی که نوشته، دیگه من ایتالیاییشو براتون نمیخونم چون برای خودم هم سخت خوندنش، به دردتون هم نمیخوره. فقط بدونین که توی هر جای خالی که گذاشته چی رو پر کنین کفایت میکنه. همون اول شهر محل سکونتتون رو بنویسین، یه چیزی یادتون باشه با خودکار مشکی پر کنین ترجیحاً، و حروف لاتین رو همه رو حروف بزرگ بنویسین. اسم مثلا میخواییم بنویسین اماد، ای بزرگ، ام بزرگ، ای بزرگ و دی بزرگ، همه رو بزرگ بنویسین. قسمت پایین که دوتا جان براش گذاشته میگه مخفف استان محل سکونتتون، که مثلا ما ونیز که زندگی میکنیم وی ایه، باید از روی اون کاغذی که بهتون نشون دادم استان خودتون رو پیدا کنیم و پرش کنیم. توی قسمت شماره 3 که نوشته کاگ نیم، همون اسم خانوادگیتون رو مینویسین. روی شماره 4 اسمتون رو پر میکنین. شماره 5 باید همون مخفف استانتون رو بنویسین. شماره 6 کمونه، همون شهر محل سکونت. مثلا ما توی شهر مارگرا هستیم، مارگرا مصر، دوتا شهر چسبیده به ونیز هستن، به جزیره ونیز. شما هم باید اسم شهر خودتون رو بنویسین. تو قسمت شماره 7 که میبینین، اگه پرمسوی اولتون باشه، باید مربع اول رو پر کنین. اگه مثل شادی میخواییم پرمسوتون رو تمدید کنیم، باید شماره 9 رو تیک بزنیم داخلش. بقیه هم کار نداریم. نوشته پرمسو، اگه میخواییم برای پرمسو اقدام بکنیم، باید این مربع رو داخلش تیکش رو بزنیم. و اینجا هم عدد 24 رو، کسایی که میخوام برای پرمسو اقدام کنم باید عدد 24 رو تو این دوتا مربع بنویسن. اگه دارین تمدید میکنین که کارت پرمسو یعنی دارین، اینجا باید شماره کارت پرمسوتون رو بنویسین. باز 24 رو توی قسمت شماره 19 باید بنویسین. و تاریخ انقضای کارت پرمسوتون رو باید توی شماره 20 بنویسین. اگه اولین بارتونه میخواییم برای پرمسو اقدام کنین که اصلا نیاز اینا رو پر کنین، باید خالی باشه. برای شماره 22 میگه مدلتون رو باید انتخاب کنین. همون مدل 2 رو گفتم بذارین کنار. اینجا هم 0-1 میزنیم و مدل 1 مربعش رو پر میکنیم. و این قسمت 29 داره محل امضا، امضایی که توی پاسپورتتون کردیم و کلا توی ایتالیا قرار از اون امضا استفاده کنین، اینجا اون امضا رو بزنین. توی قسمت 28 هم که دیتای همون تاریخ پست مدارک، اون روزی که میخواین برین توی پست ایتالیان مدارکتون رو، کیت پرمسو رو ارسال کنین، باید همون تاریخ رو بزنین. میتونین این قسمت رو پر نکنین، اون روزی که میخواین اقدام کنین برای پست کردن داخل اداره پست، اونجا این تاریخ رو بزنین. یه چیزی هم یادتون باشه، هر جایی رو خالی گذاشتین نتونستین پر کنین، اشتباه کردین، توی پست ایتالیا خودشون خط میزنن و درستش میکنن، تصحیحش میکنن. خب تا اینجا که شماره 29 بود، صفحه اول از صفحه، از 8 صفحه مدل 1 پرمسوه که تا صفحه سومش رو بیشتر کار نداره. میریم صفحه دوم. شماره 31 کدیچ فیسکال است که باید کد، نمیدونم چند رقمی، تعداد رقماش باله، اونو باید پر کنیم. اگه مجرد هستین A بزنین، اگه متأهل هستین B رو اینجا بزنین، اگه مذکرین M، اگه مؤنثین F توی قسمت 33. 34 رو باید تاریخ تولدتون رو به میلادی بزنین، نوشته اول روز، بعد ماه و اون چارتای آخر هم که برای سال. اینجا کشورتون، ملیتتون رو بزنین، IRN مخفف ایرانه.
توی 36 هم که میگه سیتیزنشیپ کدوم کشور رو دارین، خب ما ایرانی رو باید بزنیم IRN، اینجا هم نو رو بزنیم، قسمت بله و خیرش باید نو رو بزنین. و توی قسمت شماره 38 هم میگه شهر محل تولدتون تو ایران رو بزنیم، که خب کار سختی هم نیست وارد کنیم. قسمت 39 هم اینجا باید پاسپورت داخل مربعی که در مورد پاسپورت تیک بزنین. توی قسمت 44 هم شماره پاسپورت رو وارد میکنین. 45 هم تاریخ اعتبار و انقضای پاسپورتتون رو میزنین. و توی قسمت 46 هم دوباره 01 رو میزنین. این 01 همیشگی، یعنی هر وقت برای پرمیس رو میخواین اقدام کنین شماره 46 همتون رو باید 01 وارد کنین. اگه برای سال اولی که برای پرمیس رو اقدام میکنین باید این مربع رو، این مستطیل رو پر کنین، ولی اگه برای تمدید میخواین اقدام کنین مثل شادی، این مستطیل خالی میبونه دیگه، نیاز به پر کردن نداره. تاریخ ورود به ایتالیا رو که همونی که روی ویزاتون ثبت شده مهرش، یعنی توی پاسپورتتون خورده، اولین شهر ایتالیا بعد از اینکه وارد شدین رو می‌نویسین اینجا، شماره ویزاتون رو وارد می‌کنین، نوع ویزاتون رو می‌زنین. اگه ویزاتون سینگل اینجا رو پر کنین، اگه مولتی اینجا رو پر کنین. عرضم به حضورتون دلیل ویزاتون رو هم توی این قسمت می‌نویسین که اکثرا می‌نویسین تحصیلی استودنت می‌دین وارد میکنین. مدت ویزاتون 365 روز که احتمالاً اکثرتون 365 هستین برای تحصیلی، 365 رو وارد میکنین. تاریخ ویزا میگه از و تا، توی همون لیبل ویزاتون خورده از چه تاریخی شروع میشه و تا چه تاریخی به پایان میرسه. این هم صفحه دوم و میریم سراغ آخرین صفحه. توی این قسمت در مورد پرمیساتون ازتون اطلاعات میخواد. اگه پرمیسای طولانی مدته، مثلا 5 ساله است، 2 ساله است، 3 ساله است، هنی رو انتخاب میکنین، یعنی سالها. ولی اگه پرمیساتون هر سال قراره تمدید بشه، هنو رو انتخاب میکنین، همین گزینه یک مربع رو میزنین، داخل مربع رو پر میکنین که اوکی بشه. دوباره شماره 66 مخفف استان محل سکونتتون تو ایتالیا. 67 شهر محل سکونتتون الان توش مستقر هستین. 68 ایندریتسو که همون آدرستون میشه. 69 پلاک خونه رو میزنین. 70 شماره ساختمون، معمولا پلاک و شماره ساختمون یکی، حالا بعضیا فرق میکنه. 71 شماره واحد، مثلا یه آپارتمان 3 طبقه هستین، هر طبقه 2 واحد، شما مثلا واحد شماره 5 همین، اینجا میزنین 5. کد پستی یا همون کپ تو ایتالیا که اگرم نمیدونین چیه توی گوگل سرچ کنین، مثلا کپ آف ونیز، کپ آف میلانو بزنین، خودش میاره برای شما، کار سختی نیست. توی 73 آدرس ایمیلتون رو به صورت کامل با @gmail.com همه رو وارد میکنین. شماره 74 نیاز نیست پر کنین، تلفن محل سکونتتونه که معمولا کسایی که تو ایتالیا، دانشجوهایی که ایرانی‌ها وارد میشن اتاق میگیرن و نمیتونن یه دونه شماره ثابت داشته باشن. ولی توی 75 که موبایل ازتون میخواد میتونین شماره موبایل رو وارد کنین. مثبت 39 میشه پیش شماره ایتالیا، بعدش هم دیگه شماره موبایلتون. و این مستطیل هم که اصلا باید خالی بذارین، نیاز نیست پر کنین. میریم قسمت همون فیش پرداختی، همون رسیدی که بعدم بهتون مهر میزنم برمیگردونم. توی این قسمت باید اسم و فامیلتون رو وارد کنین، اماد شادپور مثلا اگه من بخوام وارد کنم. توی قسمت پایینیش هم که آدرس خونتون رو باید بزنین، همین رو دقیقا میرین روی این قسمت هم انجام میدین. به صفحه دوم اسم و فامیل و آدرس محل سکونتتون، این بالا هزینه رو زده،
احتمال داره سالی که شما وارد میشین و میخواین این کارو انجام بدین هزینه‌اش تغییر کنه. از همون مسئول بپرسین عدد دقیقش رو بهتون میگه. اصلا هم اینجا رو پر نکردین هم نکردین مشکل نداره، خودشون براتون پر میکنن. توی صفحه دوم همین فیش پرداختی دوباره اینجا توی این مربع ها اسم خودتون رو وارد میکنین. یادتون باشه مثلا اسم و فامیل و پسوند اگه دارین اسمو که مینویسین یه مربع خالی بذارین، بعد فامیل دوباره یه مربع خالی بذارین، بعد پسوند. قسمت بعدیش هم که در مورد آدرس محل سکونتتونه بازم همینجور، مثلا آدرس خیابون، پلاک ساختمون دیگه. بعدم کپ زده که 5 رقم کد پستی رو باید وارد کنین و تموم میشه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. سعی کردم خیلی آسون و به صورت خیلی شفاف بهتون توضیح بدم که چه کاری کنیم برای پر کردن کیت پرمستون و ارسال کردنش. کار سختی نیست. باز هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها برام بنویسین، حتما بهش جواب میدم در اسرع وقت. مواظب خودتون باشین، سالم، جیبتون پرپول و همیشه اهداف بزرگ تو سرتون باشه. تا یه روز دیگه، خدافظ.